بفهمه ما هم بشین اینجا شما بفهمه این کمرت اینجا دستتون درد اینم فلکس چای دست شما درد نکنم درست کردم برای شما چی که نه با من این کارو میکنید شما دخترها سعید داره تراس میشوره فاز برگشت سلام حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشین به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدین اگر هنوز کانال من رو ساب ندارین خوشحال میشم ساب کنین همین الان اون زنگوله کانال منم فعال کنید که ویدیو جدید میذارم سریع متوجه بشین و بتونین ویدیوها رو ببینین امروز میخوام یک کیک خوشمزه درست کنم کیک شربتی یا کیک باقلوای فوق‌العاده خوشمزه بعدش فیلمشم براتون بگیرم بذارم تو کانال دوم سلماز هوم یا سلماز کوک حتما ببینید که واقعا خوشمزه است این کیکی که میخوام براتون آموزشش رو بذارم بدون رومال خیلی راحته یعنی قلق خاصی نداره انقدر هم بافتش نرم و خوشمزه است که میذاره تو دهن آب میشه حتما بهتون پیشنهاد میکنم ببینید بعدش شبم شام مامانا میخوام بیان اینجا گفتم بیان برای شامم میخوام داخل فر یه مرغ خوشمزه درست کنم که از صبح مرغ رو داخل مواد گذاشتم یعنی پیاز و نمک و فلفل و زردچوب و آب و آب لیمو و اینا حالا بهتون نشون میدم بعدش حالا بریم با هم دیگه ببینیم مراحل کار دیگه بازم ممنون که همراه من هستین خیلی دوستتون دارم راستین یادم رفت بگم صورتم خیلی بهتر شده این قسمت های تزریق این بر بهتر شده فقط یه مقدار کبودی این سمت مونده الان فقط یه کوچولو ضد آفتاب زدم هیچ کرم دیگه نزدم ببینید حالا یه هفته طول میکشه تا کاملا زخم و کبودی ها بره بعدش البته این گفتم که این کار که کردم مثلا اینجوری نیستش که دیده بشه در واقع یه جورایی برای تقویت پوست و این حتی شاداب شدن پوست و این هست یه جورای تقویت پوست نه برای مثلا ژل و این حالتی اینا زیبایی مثلا بیرونی نیست به قول خانم دکتر برای درم پوسته میگفت زیر پوسته نه برای روش گفتم اینو بگم بهتون خب ببینید چی درست کردم کیک شربتی درست کردم فیلمشم براتون گرفتم حالا ادیت کنم شاید تو کانال دوم براتون میذارم انقدر این کیک خوشمزه است که خدا میدونه حتما ببینید و درست کنید برام کامنت بذارید اگه درست کردین ببینم چطور شده خدای کیک رو ببینید این کیک محشره یه ظرف برای خودمون میچینم یکم هم برای همسایه‌مون برامون آش آورده بود تو ظرفش میذارم سما براشون ببریم خب مرغا رو من دو تا مرغ کوچیکه داخل نمک، فلفل، زردچوبه، آب لیمو، پیاز گذاشتم البته آب میریزم که همه جای مرغ این طعم‌ها به خورد همه قسمت‌های گوشت مرغ بره بعدش گذاشتم قشنگ یه چند ساعت مونده الان میخوام در بیارم بذارم داخل ظرف و روش کره و زعفرون اینا بزنم بعد بذارم داخل فر که هم بپزه حالا بعد آخر سر بهتون نشون میدم چه کار میکنم دیگه خب من یه قالب کره رو تیکه تیکه میکنم حالا مثلا قسمت های مختلف رو مرغ میدم حالا زیر پوستش اینو اگه بذارین اونم خیلی خوبه حالا تیکه تیکه میکنم قسمت ها مثلا زیر پوست سینه هر جایی که پوستش بازه زیر بال اینا قسمت های مختلف میذارم خب خیلی خوشمزش میکنه
یه ذرم ظرفمو با قلم فرچه چربش کردم. یه ذره روغن مایه رو توش زعفرون ریختم. اینو روی خود مرغ میزنم. بعد دوباره بازم بقیه کره رو تیکه تیکه میکنم روی کل سطح مرغم میزنم. من برای داخل فر پوست مرغ رو میذارم باشه چون با پوست خوشگل تر میشه. پوستش رو در میاری زیاد جالب نمیشه. ولی اونجوری مرغ رو میپزیم اینا پوستش رو حتما در میارم. اینا الان قشنگ زعفرون مالی کردم. بعد وسط های کارم یکی دو بار باز در میارم. بازم زعفرون میزنم که خوش رنگ تر بشه. این کرم کلن 50 گرمه برای دوتا مرغ. حالا شما اگه دوست نداشتین میتونین کرش رو حذف کنید یا کمتر بریزین. من اصلا آب نمیریزم چون که مرغ چون مرغای منم داخل آب بوده قشنگ آب رفته تو جونش. خودش وقتی فایل بذارم آب میندازه. بعد که آب انداخت من میام وقتی که پخت مرغا این آب مرغش ازش یک مقدار بر میدارم. حالا باش یه سوسی درست میکنم برای کنار غذا بچه ها چون سوس دوست دارم. جان چاگو الان میارم. بعد آبشو بر میدارم دوباره سرشو دیگه باز میذارم که روی مرغم سرخ بشه و دیگه گریل بشه. میخوام مرغم بپزه از اول اینو فعلا سوراخش نمیکنم. میخوام اون بخاره اون تو بمونه باید بریم قشنگ مرغم گوشتش قسمت سینه‌ش اینا بپزه. بعد حالا وسط های پخ که یه بار دیگه در آوردم روش دوباره زعفرون مالی کنم چند تا حفره ایجاد میکنم که بخارش بزنه بیرون. بذارم داخل فر 200 درجه حالا یک ساعتی بعد بمونه تا بپزه. فرم هم روشن کردم گذاشتم گرم شد. یک ساعت بمونه اینم 200 درجه. بابا سعی چاقو رو میخواد چی کار کنه؟ چیو بباره؟ چیو میخواد بباره؟ بیا اینجا ببینم. خب برنجم هم که طبق معمول همیشه زودتر میذارم آبکش میکنم. البته چند ساعت برنجم با آب و نمک خیس خورده بود. آبکش میکنم و زیرش رو خاموش میکنم. همجه تو قابلم میذارم. حالا هر وقت که میخوایم مثلا دیگه سفره بندازیم و یا وسیله شام حاضر کنیم نیم ساعت زودترش روشن میکنم زیرش رو کم میکنم آروم آروم دم میاد. اصلا هم نترسین هیچ برنجتون خراب نمیشه. برای مهمونی ها فوق‌العاده کار راحتیه دیگه اون لحظه آخر. حالا مثلا من که ماما اینا راحتم ولی کلن میذارم بیه خیالم راحته دیگه چون بیشتر از مهمون و مامونم نه سعید رو برنج خیلی حساسه. برنج اگه شل بشه دوست نداره نرم باشه اصلا خوشش نمیاد. مثلا برنج باید دونه باشه. خاطر اگه من زودتر برنج آب کشی رو میکنم کارش انجام میدم که خیالم راحت باشه همیشه دیگه. الان هم یه
یه کوچولو روغن ریختم. روغن هم باعث میشه دونه های برنج به هم نچسبه، هم که برنج سر نمیره و برنج یارت براق میشه. البته من که یکی دو قاشق کافیه به حجم برنجتون، برای خودمون نمیریزم ولی مثلا مهمون بیاد، مامانو بیان، کسی بخواد بیاد این کار میکنم. بعدن دیگه الان من یک کوچولو هم داخلش برنج دودی قاطی کردم. مثلا دو تا پیمونه برنج دودی میزنم، سه تا چهار تا برنج معمولی میزنم که خوش عطر بشه دیگه. حالا برم دیگه یه کم کم که بعد برنج آب کش کنم. سلام پسرم. خب داخل قابلمه به جای تعدیق سیب زمینی گذاشتم. بعد ببینید و معلوم نیست بیایی بریم جلو. سیب زمینی گذاشتم حسابی دیگه، سیب زمینی گفتم سرخ نکنه. بابا سعید چیکار میکنه؟ خونه مامان سرماز تمیز میکنه. چیکار میکنه؟ مثلا بالکونه داره تمیز میکنه؟ خونه مامان سرماز باش. من برنج زیاد درست کردم به خاطر اینکه فردا میخواییم بریم رشت، بس دیگه وقت نیست نهار درست کنم. نمیخوام خونه رو ترتمیز کنم. بعدا یه مقدار همین برنج رو آب کش شده برمیدارم میذارم داخل قابلمه اینطوری. خواه اینو میذارم داخل قابلمه، زیرش آب و روغنشم میریزم، یا فقط روغن. بعد میذارم تو قابلمه داخل یخچال، فردا یه کوچولو آب میریزم و زیرش روشن میکنم دم میاد. اینم میشه برای شام کافیه. دیگه برم دم بذارم. سعید داره تراس میشوره. من نگفتم، خودت گفتی. آره سعید گفت هوا خوبه. باید شسته بشه. خیس آب کردی خود. لباس مناسب نیست. برو لباساتو عوض کن، اشکال نداره. برای عوضش تراس شد، تمیز شد. آخه دیگه دیوارها رو هم شست. همه رو؟ آره بیده، منجیلم که خاک دیگه. کنترات برداشت دیده؟ منجیلم که خاک دیگه. کاری با ما میکنه. بالاخره این تراس رو ما باید یه پوششی بده. طوری نمیشه. ولی حیف این دل بازیش. گفتیم بعد از شام بیایم بیرون تو تراس بشینیم چای بخوریم. دیگه سعی گفت خاکه، بذار بشورم ترتمیز باشه. دستت در نکن. این دخوایارم شستم بچه بشه. نه با خودم میخواستم تمیز کنم. هوا اینقدر خونکه و عالی. هر نه که مثلا از ماهی میریم رشت و اینا، و قبلا خیلی بیشتر مینشستیم، بعد زودتر ترتمیز میکردیم. دیگه الان همش در رفت اومدیم، فرصت نمیشه زیاد. واقعا من برم پایین به بقیه کارم برسم. حسابی تمیز کردی یا حسابی؟ میخوام مرغ درست کنم. ماکارونی چرا؟ برو دفتر بیار، مداد رنگی بیار، نقاشی بکش. باشه؟ با خاله شادی اومد بدی بهش نشون بدی. باشه؟ نه. لالا داری نه؟ نخوابیدی امروز اصلا. ماسکتو بذار، ماسکتو بذار. ماسکتو بذار.
بذار بیار جلو چشت. اوه وای شما کی هستی؟ فرام بودم. اسم چیه؟ فرام. چی؟ چی بود؟ بابا سعید. چطور بود مامان؟ عالی خوشمزه بود؟ من تو سه روز دلم میخواست ها؟ آره کیک دلم میخواست ولی کمرم اذیتم میکنه. درست نکردی؟ درست نکردم. مادر دیدم اونگاه که میگه از خدا میخواستم یه دفعه به دلم اونجا گفتم پشتم یه کیک درست کنم. خیلی وقته خیلی شربتی غزبینی هم هست که دیگه آره. اصلا وقت نداره جای همه خوشمزه شده. من دو دوستان خالی حسابی خیلی خوشمزه است. چایم بریزم بمون بخوریم. بلک میگیری؟ آره دیگه. سلام به بعد از سلام به عزای دلمون. انشالله خوب باشید، خوش باشید، روزتون رو خوب شروع کرده باشید. سلما جان امشب سلماس خانم بهتون گفتن که ما همیشه میریم سلماس خانم. زحمت کشیدم امشب ما دعوت کردن شام. پیش گفتم بود اذیت نکن ساده ولی خب آخه بابا همش انقدر مهی رش می منجی. من فهمیدم بیاد همیشه میگم مهمون 10 نفر داره میاد. هیچ کس نه پاس بنگول داره مهمون میاد. همیشه تو استرس مهمون. که شما که مهمون نیستی صاحب خونه. خود صاحب خونه رو نگه. ببر من چای بیارم. دست در نکنه. مرسی. خیلی عالی شده. راستش میگن که یه چیز فنایی دلم میخواست کاش یه چیز دیگه از خدا میخواستم ولی نه من همینه دلم میخواست. همینه دلت میخواست بهش رسیدی. مرغمونم که داره میپزه. ببین آب انداخته و بعد که پخت فویلشو برمیدارم که روشم گریل بشه و طلایی بشه. حالا فعلا یه چایی بریزم با مامان بخوریم. Thank you.
دستش گوشیش که بتونه چی میخواد؟ یه طرف با یه دستش گوشی نگه داشته با یه دست... خب مرغ ببینیم کامل پخته، این آبش رو جمع کنم. اینا رو من این داشته این داشته که یک فرقی راحت تر بود بعد این رو خالی میکنم. خب بردارم و میره خیلی پخته شد. برای خاموش کنم. خب من همه آبشو خالی کردم، دوباره یه مقدار دیگه زعفرون میزنم روش، دیگه میذارم داخل حرارت گریل روشن میکنم که روش طلایی بشه. الان با اون آب مرغم یه سس خوشمزه درست میکنم برای کنارش. نیم ساعت با حرارت کم میذارم که قشنگ هم گرم بمونه هم سرخ بشه، روش گریل بشه طلایی. حرارتش رو کم میذارم 165، بعد از سمت بالا 30 دقیقه، 165 تمام. یکم هم سیب زمینی میخوام بذارم، همیشه زیر دلیل سیب زمینی گذاشتم. این از این سیب زمینی های نیم پزه داخل فریزر داشتم، میرم برای کنار مرغ حالا تزئینش. کم اسپری کره میزنم پشت بعد برنامه سیب زمینی میذارم. خب میخوام با اون آب مرغ سس درست کنم. یک کوچولو روغن ریختم، یکم رب میریزم، رب رو تفت میدم، برنجمونم ببینین روشن کردم. با اینکه خیلی زود آب کش کرده بودم یه قشنگ بخار کرده، زیرش کم کم گذاشتم که گرم بمونه. رو به گودر یه کوچولو که تفت دادم نمک فلفل، چون داخل آب مرغشم به مرغ زده بودم خیلی زیاد فلفل نمیزنم، کم زردچوبه و دارچین. اگه پیاز سرخ کردن داشته باشین بهش بزنید دیگه خیلی خوشمزه میشه. زیرش کم میکنم که
غلیظ بشه و قشنگ خوشمزه بشه. یه کوچولو هم آب لیمو اگه توش بزنید خیلی عالی میشه. الان من میارم آب لیمو هم میارم بهش اضافه میکنم. تمام. اینم سس کنارش برای بچه ها که مرغمون خشک نباشه. یکم پیاز سرخ کردی، ذره آب لیمو هم زدم. ببینید غلیظ شد. چند قطره آب لیمو، زیاد نباید بزن. دیگه تموم. برادر. سلام علیک. به به چی درست کردی برامون؟ بله آقای آشپز، درشو باز کن این چی گفته. خیلی خانم. من درست کردم برای شما چیکه نه. این هم از مرغ. سعید خسته نباشی. سلام. آره. او ملنا خانم هم رسید. خسته نباشی. خسته نباشی. رفتی کلاس؟ آره خیلی شلوغ بود. چی گرفتی آوردی؟ رفتی از آبرون شیرینی گرفتی؟ من کیک درست کردم براتون. شیرینی خوش گرفتم. دست در نکنه. خوش آمدین. چرا با من این کارو میکنید شما دخترها؟ ما دیگه زبون میخواد. من دیگه باید زبون بخنم. آخه. من اون چیه؟ این لوله یه. جدا گذاشتم روش. آها فکر کردم با ایناست. این فقط نون لوله‌ایه. تو شی چی نداره؟ هیچی نداره، خالیه. من رژیم خوردم دیگه. آفرین. اینم سیب زمینی. شبش رو خورد دیگه. برای کنار مرغ. ما وای دست سوخت. دست خورد به فر. وای سو ببینم چقدر لذیذ شده. عجب چیزی شده، من اصلا انتظار نداشتم. مگه میشه همچین چیزی؟ چرا نمیشه؟ وای خدا قد سنگینه. وای عجب چیزی شده. سیب زمینی هم بریزیم. آماده شده مامان؟ آره. این از زمین آماده ها بود ریختی؟ این آره، میخوام یه بارم آموزشش رو بذارم. برای همین الان توی فرایر فکر کنم زیاد چیز نشده. یعنی از زمین عادی اصلا خیلی چیز داشت، فرق میکرد. این کف برنجم سیدنی گذاشتم. اوه، امشب دیگه ما میخوایم قشنگ لذت دنیا رو ببریم. فوق‌العاده است. عالی. خب میریم برای مرحله حساس. این بازیکن اما اگه بر نگرده همیشه من میخوام فیلم بگیرم بر نمیگرده. آخه بیدید که تش چون سیب زمینیه. خیلی الان استرس داریم. بله استرس و هیجانم بالاست. بله میریم. یک دو لحظه یه هیجان انگیز که همه منتظرش بودیم. فاز بابای صدر رو میام. یا علی داستان چیه؟ فیش بریدی وای برگشت. این بازیکن موفق شد. یه این شام بفرمایید. بفرمایید شام. دستتون درد نکنه خانم. عالی همه این خواهی دست نکنه. به 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 چه بوز مجلل و فوق‌العاده‌ای. اول مهمانان بشینم.
بعد اون جا شد ما دوباره بشینیم. چند نفری؟ بفهمه ما بشینیم جا شما بفهمیم این کمرت اینجا دستتون در نکنه. مرسی نه سماز که میخواد این مرغ بریان رو درست کنه. بفرمایید. بفرمایید. سی بچه‌ها شما مادر. شما باشه ان شاء الله. سما بیا. فرمایید. ما رو نمی‌شینم. بزرگ کی می‌خواد؟ حاجی. بیا بزرگ بزرگ. بیا. بفرمایید. مرسی. اینم نشه. بس بس بس. کی نداره نوشابه؟ منم. بیا بده اونم میگه من اینجوری دور بسن. خب جاتون خالی ما شام خوردیم. مامانا کمک کردن جمع کردیم. ظرفا هم گشتیم تو ماشین ظرفشویی. یه آخر شب دیگه هر چی ظرف کثیفه بذارم پر که شد یه دفعه روشن میکنم. دیگه الان بچه‌ها رفتن تراس. دیگه سعیدم که تراس غروب شسته بود ترتمیز. دیگه براشون چای ریختم بردن. کیک و شیرینی هم ملنا آورده بود. بردن و یه سری چای دادم. یه فلاک چایی هم ریختم که دیگه پایین نیایم هی اینم ببرم بالا که چای دوباره باشه چون بچه های ما همه چای خورن به یه دونه چایی راضی نمیشن همه باید حداقل دوتا یا چای لیوانی بزرگ بخورن. دیگه جاتون خالی کاش که بودیم با هم دیگه میرفتیم تو تراس این هوای خنک مینشستیم کیک شربتی با چای تازه دم میخوردیم. حالا من اینم ببرم برم پیش ماما اینا و بچه ها. این هم فلکس چای دست شما در نکنه خانم حسابی چای بخورید. وارد مرداد ماک شدیم. این دوم مردادی سوم آخر مرداد چه خبره؟ اگه گفتی این هم ملنا آورده ای تشمو سعی تش جام آخر مرداد تو تولد داریم تولد سما جان و دایی پشت هم هن اونا 29-30 مثل ملنا و مامان. دستتون درد نکنه. عالی شیمون جان ملنا سما خانوم آقا سعید بسیم چایی بخور رفته باشگاه اومده خسته نه چه خسته ما دوت کاره با تو دهن برم بکنم همه انرژیشو برده تو باشگاه خالی کرده هیچ حالی دیگه نداره بله آه کده ببینمت آخ باید با دست کار ببی کنه دست هممون داغون شده دست باید کار رفته هستگاه ترکوندم خودمو سعدی سعدا بگو سگای نگهبان بگو باب اسفنجی باب بدی باب بدی باب بدی باب بدی سعید رو بگو باب اسفنجی بگو بگو باد بنجی باد بنجی باد بنجی خب اینم از آشپزخونه ترتمیز همه جا مثل دسته گل شد یه سری ظرف داخل ماشین داره شسته میشه اونا که دیگه نمیشد و ظرفای پذیرایی و قابلمه تفلون و اینا رو با دست شستم قشن سینک و اینا رو تمیز کردم آشپزخونه هم تمیز و مرتب دیگه فردا فقط یه جار برقی باید بزنم میخواییم بریم رشت دیگه خونه تمیز میشه خیلی هم راحت میشه چون از اون بر دوباره برمیگردم اگه خونه کثیف باشه انگار که خستم ولی وقتی میام داخل خونه اگه خونه تمیز باشه انگار که خستگیم در میره. دیگه ممنون که امروز همراه من بودین. امیدوارم که این ولاگ رو دوست داشته باشین. دیگه مامانم شب نموندن گفتن فردا میخوای برید رشت دیگه سخت دیگه منم صبح پاشم و جارو بزنم وسیله جمع کنم بچه‌ها رو
آماده کنم و دیگه بریم که ساعت 2 سما کلاس زبان داره. برسیم رشت. دیگه من ساعت هلوش 12 را میفتم میرم که ساعت نزدیک 2 دیگه برسم برشت. خیلی فکردم که مرسی ماما. ممنون که همراه من بودی. امیدوارم که ولگو دوست داشته باشین. خیلی خیلی مواظب خودتون باشین. تا ولگ بعدی خدا نگهدار همتون باشه. خدا نگهدار.